از چند ماه پیش موج جدیدی از اعمال فشارهای سیاسی و حکمهای سنگین زندان علیه هنرمندان در ایران آغاز شده. قاضی مقیس روز گذشته حکم دوازده سال زندان برای حسین رجبیان فیلمساز و مهدی رجبیان نوازنده ستار و پژوهشگر موسیقی صادر کرد. این در حالی است که ماه گذشته حکم قاضی علیه کیوان کریمی فیلمساز جوان با واکنش های گسترده داخلی و خارجی مواجه شده جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارشی از شپال عباسی دوازده سال حبس برای دو هنرمند ایرانی حسین رجبیان فیلمساز مستقل و مهتی رجبیان بنیانگذار سایت برگ موزیک با رأی دیگری از سوی قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب حسین رجبیان فیلمساز مستقل ایرانی به 6 سال حبس و پرداخت جریمی نقدی محکوم شد اتهام حسین رجبیان توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است جریان دادگاه حسین رجبیان فیلمساز و مهدی رجبیان موزیسین و بنیانگذار سایت برگ موزیک در حالی به ریاست قاضی در مرحله بدوی به کار خود پایان داد که این دو هنرمند با قید وسیقه دویست میلیون تومانی به صورت مشروط آزاد هستند این هیچ جا درس نمی کنه. حسین و مهدی رجبیان در مهر ماه 1392 توسط نیروهای امنیتی سپاه بازداشت و به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند. اما حسین رجبیان کارگردان فیلم مثلث واژگون پس از اتمام اولین فیلم سینماییش دستگیر شد خبر دستگیری آنها در آذر ماه همان سال در رسانه های داخلی و خارجی باستا به وسیعی داشت و بیش از 400 خبرنگار و هنرمند سینما و موسیقی با امضای توماری خطاب به وزیر ارشاد علی جنتی خواستار آزادی بی و شرط آنها شدند دستگیری و محکومیت آنها در گزارش سالانه احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران نیز باستاب یافت. پیش از این خبر حکم زندان برای کیوان کریمی فیلمساز نیز با واکنش های گسترده داخلی و خارجی مواجه شد. از چند ماه گذشته موج جدید فشارهای سیاسی و حکمهای سنگین زندان علیه هنرمندان به ویژه فیلمسازان مستقل در ایران آغاز شده است. این در حالی است که پیشتر حسن روحانی از بهبود وضعیت کار و معیشت هنرمندان سخن گفته بود شپل عباسی صدای آمریکا